نوع تصویرگیری هم RP2 بوده. اوتوران رو میزنیم، حالا نیاز نیست بریم R1 رو بزنیم، میتونیم تمام اینا رو که عدد دارن تو CMPN حذف کنیم، کلن همش رو برمیداریم ببینیم چه اتفاقی میافته. در زدن اینا بعدش میتونیم P100 رو بزنیم، بالاترین میزان بیاد که قابل رویت باشه CMش کنیم، بعد 295 رو بزنیم. حالا R1 رو بش میدیم. در اینجا ما منبعی از پول تپ ها رو داریم، چیز دیگه ای به عنوان یک هدف وجود نداره، ولی بازم میریم از روش های دیگه فیلتر و آنالیزش میکنیم تا جریان حرکتی تشخیصش رو به دست بیاریم. اگر ما در روش هایی بخوایم کار کنیم که از ارزیابی باشه، اینجا دو لکه رنگ کشیده به سمت بالا داریم. این میتونه انوع عملکردی به شکلی باشه که در سمت دیگه این امکان داره یک منبع وجود داشته باشه یا یک هدف. در خود این حالت وقتی R1 میزنیم 295 میزنیم، اگر عددی از طبقه مورد نظرمون در این قسمت برابر اون کد بیاد بالا خوبه، ولی اینجا فقط 53 رو میده. موقع تمرین 53 زیاد مهم نیست، میتونیم بگیم هدف رو اصلا گرفته، روی هدفیم، ولی در صحنه اصلی کار چنین اتفاقی نمیفته. در اصل این اعداد یعنی این که در کنار اون منبع اصلی هستیم که این شکل رو ترکیب داده، چون ما اینجا یه 295 زدیم. اگه یه P100 هم بهش بدیم، باز چیزی که داره به اون میده روی همون کداست، تغییر خاصی در این کدها پدید نمیاد. پس اینا روشاییه که میشه تشخیص داد که این خطوطی که اینجا ما دیدیم آیا به اون کد هدف مورد نظر میخوره و هدف امکان داره در سمت چپ این تصویر یا جایی که تصویر گیری شده وجود داره، از این روش ها میشه انجام داد. حالا اگه R1 رو بزنیم، بیایم اعدادی که هست بعد R1 تیک تیپش رو برداریم رو CMPN هایی که عدد داره. البته ما اینجا عدد مشترک توی اینا دیده نمیشه، مشاهده نمیشه. P100 رو میزنیم همون روش و 295. حالا چیزی که در اینجا میده 51.50 است. 51.50 هیچ ارتباطی به کد عددی مورد نظر ویدیوهای 55 که رو سیستم قرار داده شده بوده نداره. این همون چیزیه که ما در روش‌های دیگه در اونجا به دست آوردیم، گفتیم اینجا میتونه در کنار هدف باشه، در زمان تمرین این میتونه یه هدف واقعی باشه، ولی در صحنه اصلی کاری نمیتونه یه هدف واقعی باشه و نمیشه بهش زیاد اطمینان کرد. منابعی که به فلزات نزدیکن یا دست خوردن یا شکل بندی شدن یا سازه‌های دستی هستن میتونه تو این ردیف یا فلز ذات پوسیده بین 50 و 50 تو صحنه اصلی واکنش نشون بده، ولی در زمان تمرین چنین چیزی قابلیت نداره که ازش بهره بریم. حالا 205 هم که میزنیم همین حالت پدید میاد. همه اینا رو اپراتور بعد زمان تمرین خودش به دست بیاره، یاد بگیره و اصلا فرمولای جدیدی برای نوشتن تنظیمات قبل تصویر و بعد تصویر به دست بیاره. حالا برای اینکه میخوام ببینیم این هدف در ردیف اهداف کوچیکه یا بزرگه، میتونیم به ترتیب بیایم فقط عددهای پایین رو، یعنی پایین ترین عددهایی که در اینجا وجود داره ورداریم. حالا اینجا عددهای بالای ما تو این دوتا بالاتر از عدد 5، پس این 3 هم ورمیداریم، با اینکه PN این رو 10ه اون 3 هم ورمیداریم. همه اینا رو ورمیداریم، یه P100 بهش میدیم که بالاترین حجم رو بده، 295 رو میدیم که بهترین شرایط بده. در اینجا این کد 53 رو به ما میده، پس ما این خورده ها رو برداشتیم. اون چیزی که داره از تشخیص به کار برمیاد اینه که این هدف در حد کوچیک نیست، چون اگه این کوچیک بود الان باید این کد رو 55 می اومد اینجا، میگفت این کوچیکه با ترشورد 45 نمیخونه. حالا میایم فقط بزرگا رو برمیداریم. وقتی فقط اعدادی رو برداریم که ایناش بالاتر از عدد 5، در نتیجه این سه عدد رو برمیداریم، یعنی اعدادی در CMPN که این ورش هم بالاتر از 5، بعد P100 رو میزنیم، بعد 295. اینجا میایم اعدادی از پول تپ ها یا منابع متفاوتی رو میگیریم که هیچ ارتباطی به اون هدفه نداره. حالا رو 210ش هم اگه بذاریم یا رو 205 هم که بذاریم پایین ترین حده، چیزی ظاهر نمیشه. البته این چیزی که اینجا میبینید حفره چاله جای نرم یا جای خالیه که تو اینجا شکل گرفته، پس اینجا اون منبع مورد نظر وجود نداره، ولی این ترکیب یک هدف هست، ولی هدف اصلیه نیست. حالا کجا بفهمیم این چه منبعیه و در کدوم طبقه از فلزات قرار داره؟ زمانی که ما میخوایم ببینیم این در کدوم طبقه است، اینجا میتونیم بیایم اون تفسیر عددی رو از روی اعدادی در طبقات دیگه تشخیص بدیم چیه. یعنی ما میایم الان همون کاری که کردیم اعداد بزرگ رو این دفعه از روی
این ور میداریم، یعنی ما یه 826 داریم، 826 بالاترین نیست، 936 بالاتره. پی 100 رو میزنیم، 295 رو میدیم، اینجا ترکیب های متفاوتی پدید میاد. اگه اینجا هدفی در 55 بود و عدد مورد نظر ما در پول تب بالاترین بود، اینجا میتونست اون کد مورد نظر رو بده و خود تیک تیپ رو برگردونیم، پی 100 رو بزنیم، باز میره تو همون حالتی که تو تصاویر دیگه ما داشتیم. حالا اینو برمیگردونیم با زدن RAEARS و DV5 و RA1، میایم همون کار قبلی رو میکنیم، یعنی میایم میگیم آقا این بزرگترها رو برداریم، از اینجا بزرگترها رو که دونه دونه اونایی که اعدادشون بالاتره ور میداریم، پی 100 رو میزنیم و DV95. وقتی میاریمش رو DV10 یا DV5، ما این ترکیب ها رو به طور طبیعی اینجا تو ساختار شکلیمون داریم که میتونه نشون بده چه منبعی در اونجا هست. حالا اگه بخوایم ببینیم این هدف چیه که 35، این خودش رو پول تبه دیگه، پول تبه میزنیم، پی 100 رو میزنیم. خب این از این حالت میاد رو 22. تو عدد 22 اگه اینجا بخوای تفسیر دو کد عددی 55 داشتیم، این میتونست عدد متضادی از عدد هدف مورد نظر رو 55 یا 65 باشه، ولی ما اینجا چیزی از 55 نداشتیم که بخوایم روی این 22 مانو بیام یا 27. پس این نوعی از مواد زمینه که از آلومینیوم، سیلیکات آلومینیوم و امثال اینها و خاک رس و فلدسپات ها شکل گرفته. حالا اگه این عدد رو دوباره برداریم و این عدد رو برگردونیم، پی 100 رو بزنیم، یعنی گلد گلد رو برگردونیم، پی 100 رو بزنیم، ما این منبع رو داریم در اینجا، این ترکیب رو داریم و میتونیم پی 10 هم بهش بدیم، دیوی 10 رو بدیم یا دیوی 5 رو بهش بدیم. پس اینجا الان ما برمیگردونیم، حالا میایم دوباره اینجا این عددی که در این قسمت برمیگردونیم، یعنی الان اینو برمیگردونیم، ببینیم این چی میگه، پی 100 رو بهش میدیم، آره یک، این برمیگرده به حالتی که با دیوی 95 داشته پاسخ میداده. پس اینجا موضوعش یه مقدار دیگه منتفی از نظر تشخیص منابع. حالا اگه کوچیکترین ها رو ما در اینجا برداریم دوباره، آره یک رو میزنیم، بیایم کوچیکترین ها رو دوباره برداریم، 1, 3, 2, 6, 3, 10، پی 100 رو بدیم و دیوی 95. حالا دیوی 10. حالا مثلا میخوایم ببینیم این 80 چه وضعیتی در اینجا داره، آیا واقعا همون 80 این توی جی 3 بوده؟ خب اینا رو برمیگردونیم سر جای اولیش، میایم اینجا فقط اینو برمیداریم، پی 100 رو میزنیم با اون که اون 0, 0ه، دیوی 95 میره تو این حالت، میره تو همین وضعیتی که داشتیم، یعنی اصلا کدی که ما اینجا داریم روش کار میکنیم، شکلی که داریم توش کار میکنیم، هیچ کدوم از اون هدف مورد نظر ما وجود نداره. اینجا همه منابع یه سری فلزات یا شکهایی که تغییرات داره یا پوسیده در اینجا وجود داره. این نوع رفتار کاریه. حالا بعضی ها میان فقط صفرها رو ور میدارن، هرچی که صفره ور میدارن تا ببینن چه چیزی باقی میمونه. شما وقتی صفرها یا اونایی که CMPNشو صفره ور میداری، میای کدایی رو از اینجا میگیری که میتونه حاصل منابع اونجا باشه. وقتی 295 بدی، اینجا دوباره همون کدا روی همون وضعیته. اینا روشاییه که میتونه تشخیص بدید یه هدف وجود داره یا نداره از طریق اینجور منابع. حالا اگه برش گردونیم عقب بگیم بالاترین عدد 620 و در اینجا 930 و میتونیم از این کد عددی استفاده کنیم در G4 که 620 بالاترینه و بعد پی 100 رو بهش بدیم که بیاد اینو جمع کنه، و چون دومین عدد که در اینجا داشتیم در H2 ما H2 رو بدیم، دومین عدد نظر CMPه، اینجا بیایم CMش کنیم یا CM پاسخ درستی به ما نمیده، پی 100 رو که داریم DV95 رو بهش بدیم، اینجا میتونه گوشه همون 53 رو بده، یعنی هدف خارج از این مقوله که ما اینجا داریم دنبالش میگردیم، توی اینجا نیست. تازه اگرم که بری بغلش، تازه بغلش کدهایی بده مثل این 51 53 59 بیاد اینا رو بده، تازه اگه اونجا بری واقعا یه دو قلو 55 بهتون بده هدف واقعیه. اینا روشاییه که میتونید شما جدا سازی کنید منابعی رو که امکان داره در اون منطقه شک گرفته و اپراتور با خطا در تشخیصش
روبروه یا اصلا روبرو نیست، میخواد مطمئن شه اینجا چه منبعی وجود داره و این حالت چه وضعیتیه که پدید اومده.